درود بر بینندگان تلویزیون این تو در سراسر جهان. من پرویز مینی هستم، لطاق محلی روزه دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر به وقت واشنگتن از ساعت 6:00 تا 8:00 در خدمت شما عزیزان هستم. برنامه من که پرویز مینی هستم از هوستن تگزاس پخش میشه، از اینجا از طریق دستگاه مستقیما میره واشنگتن دفتر فنی تلویزیون این تو در واشنگتن. از اونجا جناب امید امیدوار محبت میکنن و این برنامه رو از طریق اینترنت میفرستن. قرار که از اول نوروز بریم روی ساتلایت، امیدواریم که یک مرحله بریم روی ساتلایت، یه مرحله دیگه بریم روی ساتلایت ایران و در این مرحله همه کمک میکنن. خب من میام زحمت میکشم، مطالعه میکنم، کار میکنم، به قول خودم یه کاری میکنم، حالا ممکن به نظر شما قابل قبول نباشه ولی به هر حال من زحمت هم میکشم. در این حال چون تلویزیون یوتیوب درآمدی نداره، بهانه‌ام یه پول کمک میکنم به تلویزیون یوتیوب و این ما اون پول رو دو برابر کردم و امیدوارم که این تا قبل از نوروز این مطالبی که من و دیگران میفرستم، بیننده های مثل آقای داوود کاشانی، دیگران از جای مختلف میفرستم، اینا کمک بکنه پول جمع بشه که آقای امید امیدوار قادر باشن که از اول فروردین 2575 هخامنشی میشه دیگه، میشه 1395 و از اون روز فروردین بتونن برن روی ساتلایت و بعدشون برن روی ساتلایت ایران. این روز که این برنامه رو خدمتون تقدیم میکنم روز 14 بهمن ماه 2574 هخامنشی است که برابر است با 3 فوریه 2016 میلادی. سال ایرانی با سال میلادی 621 روز فاصله داره که مثلا الان 1394 621 به دنگوش میشه سال میلادی، منطقه چون در 11 دی‌ماه سال میلادی یکی میره جلو ولی سال ایرانی هم نرفته جلو، پس این در این فاصله میشه 622 سال. ولی به مرز اینکه نوروز اتفاق بیفته، چون موقع سال ایرانی هم یه دونه اضافه میشه، دوباره فاصله میشه همون 621 سالی که قبل هم بود. خب ببینید، هفته پیش جشن صده بود. صده یعنی 50 روز به عید مونده، 50 روز به عید مونده یعنی 50 روز 50 شب رو هم میگن صده، جشن صده یا شب چله کوچیکه به قول معروف. و خب من این تقویم ها روزا اینا رو از روی این تقویم عاشقانه که این نشریه عاشقانه هست توی شهر ما چاپ میشه بر تو میخونم، واقعا دلم گرفت. من نمیدونم این خانم آدیتا و خانم آدیتا افنی و همسرشون آقای احمد آدم که این نشریه رو چاپ میکنن چی چیزی دارن. ببینید من هرچی گشتم بیدم جشن صدر اینجا کجاست، جشن صدر رو اینجا ننوشتن، جشن صدر رو ننوشتن. حالا این که بسیار بده برای که جشن ایرانی باید مطرح باشه، ولی ببینید حالا این چی نوشتن. این بزرگ داشت انقلاب 1357 تعطیل در ایران. آخه این چه بزرگ داشتی داره که آخه می‌نویسید؟ آقای آدم شما که خودت از ایران در رفتی، که خود از ایران بودی که گرفت بودن اعدامت کرده بودن، که حالا این جشن بزرگ داشت می‌دونی؟ یه لحظه مردم اون موقع گول خوردن، فکر کردن پیروز شدن، نفهمیدن که شکست خوردن، نفهمیدن که تمام زحماتی که اون پسر کشیده بودن که ملت ایران رو از ته اعماق تاریخ اردن هم بیرون به زمان نزدیک کردن، ما همه لغت هم خراب کردیم. چون فکر میکنید که ما ایرانی ها مثلا 100 سال پیش
در زمان قاجار فرقی داشتید با مثلا فرض کنیم که افغان های عراقی های عربستان سعودی؟ زنان همونطوری بودن، مردان همونطوری لباس میپوشیدن. از خود راضی، از خود متشکر نباشید. اگر این پدر پسر نبودن، ما زنان همونطوری یا برقه یا روبنده یا پیچه و از این چیز رو سرکیم بود. مردان یه شال به کمرشون بود، یه دونه دامن دراز که مثلا مال یا کلاهشون بود یا مثلا عباشون بود یا مثلا لباشون بود، لبادهشون بود، هرچی بود. ما همه این ترقیات از رضا شاه و محمد رضا شاه داریم که قدرشون هم نمیدونیم. یک سریالی هست که من براتون گفتم، سریال معمای شاه. مردم نفرت میکنن به این سریال، میگن این در این سریال رضا شاه رو یک آدم دیکتاتور تریاکی نشون میده. میگن آقا کاش یه دیکتاتور تریاکی دیگه میواد، اینا برای ملت کار میکرد، راهن میکشید، جاده میکشید، پل درست میکرد، مدرسه درست میکرد، دانشگاه درست میکرد. شما آخونده چیکار کردی برای ایران؟ شما یه پالایشگاه برای بنزین نتونستید درست کنید، بی ارتا. ببینید، حتما همتون خبر دارید که من ابتدا این نوشته رو اینو نشونتون بدم، بعد بگم جریان چیه. اینجا یه عکس، این یه عکسه که این یه هواپیما خورده به یکی برجا، یه هواپیما دیگه داره میاد بخوره به یکی برج. این هم جوان های ایرانی، دختر پسر که شم به دست گریه کردن. من عشقاشون دیدم تو فیلم، واقعا گریه میکنن برای این افرادی که اینجا کشته شدن. این هم عکس من این پایین. حالا میپرسیم این ارتباط این هم چیه؟ من توضیح میدم براتون. ببینید، دولت امریکا یک لایحه رو تصویب کرده که افرادی که از کشورهای ایران، سوریه، سودان و عراق باشن، اینا اگه بخوام بیان به امریکا، حتی اگر مثلا پاس فرانسوی دارن میخوان بیان به امریکا، باید برن ویزا بگیرن. و این نقص قانونای بلند ملل، چون قانون بین المللی میگه هر کس که پاس فرانسوی داره آزاده که بدون ویزا بیاد امریکا، ولی اینا میگن اگر ایرانی هستی باید بیای ویزا بگیری. حالا اگر فرانسوی هم هستی، رفتی در پنج سال گذشته رفتی به ایران، برگشتی یا بیای ویزا بگیری. خب فکر کنید با این کار آیا توریسم در ایران رشد پیدا میکنه؟ البته این آخونده که خودشون ضد توریستن، ولی آیا توریسم اصلا کشور اسلامی که توریست حالیش نیست که کشور اسلامی هیچی نمیفهمه. اما الله اکبر بگوی، الله اکبر، ما را به غا غا صدا کن، رایی که به خدا نشون دادی، نه رایی که به بدا نشون دادی. این فلسفه، فلسفه عقبوندگیه که من هیچ کارم، اون کسی که ما را به راه راست و بد اعد میکنه خداست. تو قرآن بارها و بارها گفته خدا هر کی بخواد هدایت میکنه، هر کی بخواد هدایت نمیکنه. هر کی نخواد چشش کور میکنه که نبینه، گوشاش کر میکنه که نشنوه. یعنی حرفای خدا رو که به وزیل پیغمبر گفته میشه نبینه و نشنوه. خب من به عنوان یک انسان مسئول برداشتم چند تا نامه نوشتم به همه سناتورها، به همه رسانه ها، به همه کنگرسمن ها، به همه وزیرا، وکیلا، رئیس جمهور، فلان فلان. این نامه رو هم دوباره نوشتم، خیلی خلاصه. این نامه خیلی خلاصه است. خلاصه این نامه که به انگلیسی هم دادم، یعنی خودم ترجمه کردم، دادم اصلاحش کردن، یعنی دکتر اونشالش درست کردن، اینو آوردم فرستادم برای همه، برای همه ایمیل کردم. ببینید ایمیل کردم، من وقت ندارم، من صبح تا شب کار میکنم، وقتی اینکه خونه هستم مطالعه میکنم و دانشجو، وقتی که اینو درست کنم اینا ندارم. پول دادم خانم آقای، پول دادم یک خانومی یا یه نفر، چند نفر با هم ما کار میکنیم، چهار تا برادر و یکیشون هم شوهر خواهرشه نه برادر زنشونه، یعنی سه تا برادر با یکی که برادر زن، یکی از این
آقایونی چهارتایی با هم کار میکنن. یکی از اینا خانمش تو خونه بیکاره، گفتم خانم بگو خانم بیاد من روزی $50 بهش میدم یه چند ساعت بشینه برای من اینا رو ایمیل کنه، اینا رو برای من همه رو ایمیل کرد. متن این مطلب اینه، نوشتم که دونه دونه دیگه هر کدوم برای یه سناتوری، یه دفعه برای همه سناتوری که میشود باید هر اسم سناتوری در میری به اون ایمیل کنی، دوباره اسم بعدی درنشه طول میکشه. نوشتم که آقای سناتور یا خانم سناتور، حالا هر چی بود که خانم بودی آقای، نوشتم که شما ایران وقتی که سپتامبر 11 اتفاق افتاد، این عکس سپتامبر 11 اتفاق افتاد، 16 نفر تروریست در اون کار شرکت داشتن که هیچ کدومشون ایرانی نبودن، کاری نبودن، من نگفتم کجا بودن، خودشون میدونن کجا بودن میگه، هیچ کدوم اون 16 نفر ایرانی نبودن و تنها کشوری که شم به دست گرفت که اونهای دخترهای زیبا و پسرهای خوش تیپ ایرانی شم به دست گرفتن و گریه کردن برای افراد امریکایی که کشته شدن و دولت رژیم اسلامی به اونها حمله کرد، یعنی در زیر حمله های دولت برایشون گریه کردن، ایران بود. ما ملت ایران ملت امریکا رو دوست داریم، ما ملت ایران از رژیم اسلامی دیکتاتوری که بر ما حاکمه نفرت داریم. چه شما مسافرت ما رو محدود کردی؟ همین فرصده نره. البته خب نامیست که جواب به اون صورت نداره، چون بعد رو فکرشون اثر کنه دیگه، امیدوارم که رو فکرشون اثر کرده باشه. جنگ بسیار زیادی در ایران است بین گروه های مختلف، بر سر رد صلاحیت، بر سر نمیدونم نوه آقای خمینی، بر سر چیزهای مختلف. من تیکایی از این مبارزه اینا رو از روزنامه گرفتم، از ایرانیان، از راه زندگی، از چند تا مجله دیگه تهیه کردم، قسمت های از اینا رو براتون میخونم. بله، این عکس آقای روحانی است که به رد صلاحیت تعداد وسیع و گسترده اعتراض میکنه. بالا مطالبش بخونه. اینجا که حسن روحانی که در همایش استانداران و فرمانداران کشور حضور یافته بود، اظهار داشت اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار میکنیم؟ میگه اگه من هست جناحی که مثلا جناحی که اصلاح طلب به حساب میان، مثلا مثل خاتم محمد خاتمی، مثل خود روحانی، مثلا رفسنجانی، مثل موسوی، اینا اگر بناست یاران اینا در انتخابات حق شرکت نداشته باشن، پا چه انتخابات میکنیم؟ میگه که این اصارات در حالی انجام میشود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم با دعوت از همه مردم برای حضور در پای صندوق های رای گفته بود که حتی کسانی که نظام را قبول ندارن برای حفظ اعتبار کشور در انتخابات شرکت کنن. خامنه‌ای چندی بعد حرف خود را این گونه توضیح داد که کسانی که نظام را قبول ندارن فقط رأی بدن، نه اینکه به مجلس برون. عجب حرفی میزنی تو، به مجلس رفتن به نظام مربوط نیست، به مجلس رفتن اینه که اگر شما کشورتون اسلامی، مجلستون اسلامی، هر کس اسلام رو قبولش میدونه رو به مجلس. حالا اگر آقای خامنه‌ای رو قبول نداشت که قبول نداشت که جز طیف اصلاح طلبان حدود 50 نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی نیز رد صلاحیت شدن،
یعنی 50 نفر که الان توی مجلس اسلامی نمایندن نشستن اونجا، اینا رد صلاحیت شدن. اه پس چه دقیقه قبل رد صلاحیت نشدن؟ از جمله علی مطهری نماینده تهران که خود را اصولگرا میداند اما در سالهای گذشته منتقد شیوه برخورد حکومت ایران با معترضان سال 1388 و رهبران جنبش سبز بوده است. جمعه تهران میگوید حسن خمینی نمیتواند در انتخابات خبرگان شرکت کند. سایت پایش نوشته بود که دست کم 3 مرجع تقلید با ارسال پیام به شورای نگهبان صلاحیت سید حسین خمینی را محرز دانسته و نسبت به احتمال رد صلاحیت وی تذکر داده بود. اینا میگن که این باید درجه اشتهار داشته باشه هر کسی میخواد بیاد انتخاب بشه. 3 نفر از مراجع بزرگ تقلید برای حسن خمینی نوشتن این احراز صلاحیت داره. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در آخرین اظهار نظر خود درباره شرکت نکردن کاندیداها در آزمون مجلس، آخه اینا گفتن که ما هر کس میخواد عضو بشه بیاد در آزمون شرکت کنه. حالا من خلاصه میگم آزمون یه سری شرکت کردن یه سری شرکت نکردن. حالا میگه اونایی که شرکت نکردن اگر صلاحیتشون محرز هست اب نداره، اما اونایی که صلاحیتشون دوچار تردیده باید حتما شرکت میکردن. ممکن است صلاحیت کاندیداهایی که در آزمون مجلس خبرگان رهبری شرکت نکرده اند احراز شود، اما عدم شرکت کاندیداهایی که حد علمی مورد نظر فقهای شورای نگهبان را ندارند احراز اجتهاد آنان سلب میکند، از آنان سلب میکند. میگه پس بنابراین اونایی که احرازشون قطعیه که صلاحیت دارن و درجه اجتهاد دارن امتحان هم نردن اب نداره، اما اونایی که شک دارین باید از من امتحان بدن. خب حالا محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری از فقهای شورای نگهبان 22 دی‌ماه تأکید کرده بود که فقط فقهای این شورا هستن که اختیار تشخیص اجتهاد کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری دارن. آها عجب مملکتی، فقط اینا هستن که میتونن بفهمن اجتهاد یه نفر درست یا درست نیست. در اینکه یه نفر که مجتهد میشه باید رؤسای حوزه های علمی خود اینو تشخیص بدن، نه این 4 نفر. به قول آقای رفسنجانی شما کی هستید؟ بخی کی به شما گفته شما بگید این صلاح این صلاح نیست؟ برای جنگ بین این گروه ها به شدت درگیر شده و به خصوص بر سر سید حسن خمینی مرحوم آیت الله خمینی که بسیاری از به اصطلاح مرجعیانی که در قوم هستن و در سال مرجع هستن اونا رو تایید کردن و گفتن این باید حتما باشه و شورای نگهبان میگه نه نباید باشه و آقای رفسنجانی به شدت دفاع میکنید از اینکه اونا حتما باید احراز هویت بکنید چون که چندین به اصطلاح مشتهد چندین به اصطلاح مرجع تقلید اونو تایید کردن. حالا معلوم نیست که چی باشه. در همین جاها میخونیم که از 3000 داوطلب اصلاح طلب برای تمام مجلس شورای ملی در شهرستان های تهران اینا فقط 30 نفر قبول رد یعنی صلاحیتشون تایید شده. آخه این چه معنی داره؟ این چه آقای خامنه‌ای این چه انتخاباتیه؟ انتخابات اینه که مردم انتخاب کنن، نه اینکه شما عوامل شما همه رد صلاحیت کنن. ببینید یه دی میگن که نیمی سگ زرد برای شغاله،
رفسنجانی بدتر خامنه‌ای، خامنه‌ای بدتر رفسنجانی، اون یکی بدتر از نمیدونم سید حسن خامنه‌ای و اون بدتر از مثلا روحانی. خانم آقای ببینید این درسته، ولی ما آخه چی ما چه سیاست یاد میگیریم؟ وقتی خامنه‌ای رفسنجانی در حال جنگن با هم، ما باید این آتش جنگ اینا رو تندتر کنیم، باد بزنیم تا که این آتش خطرناک‌تر بشه، جنگ شدیدتر بشه. در جنگ ایناست که اینا خورد میشن، میفتن، ضعیف میشن. در جنگ ایناست که الان آقای خامنه ای هرچی میگه هیچ کس بهش گوش نمیده. در جنگ ایناست که آقای خامنه ای میگه که ما قرار بود که در اسلام سلاح کشتار همگانی حرام، ما اصلا از اول دنبال بمب اتمی نبودیم، حالا معلوم شده که دنبال بمب اتمی بودن. پس معلوم میشه که این آقا که میگه ما این حرامه فلانی، این دروغ بوده. اینا باید رو بشه، مطرح بشه. باید مردم ساده دلی که همه دل به خامنه‌ای رسن بدونن که این مرگ در امریکا علکیه. در واقع مرگ در امریکا معنیش، یعنی صورت عملیش میشه مرگ در ایران. بلکه هرچی بودم به هم مرگ در امریکا میکنم ضرر بیشتری به ایران میرسه. رئیس مجمع تشخیص مصلحت یعنی آقای رفسنجانی گفت که پس از من، حالا خوب گوش بدین، حالا چی میگن اینا؟ اصلا اینا آبرو ندارن، هر چیزی که سالها گفتن امروز عوض میکنن. خوب توجه کنید مسئله شیعه و سنی ها. گفت که پس از مرگ پیامبر اسلام هیچ کس مستحق‌تر از امام و اول شیعیان برای حکومت نبود، اما پیامبر اسلام به او گفته بود که اگر مردم خواستن بر آنها حکومت کن و اگر نخواستن به خودشون واگذار کن. الو، درود بر جناب ناصر توکلی عزیز. گوشی آقای ناصر توکلی رو خط هستن. آقای ناصر توکلی مدیر رادیو ایران هستن تگزاس هستن. چون این رادیو اسمش هست رادیو ایران هوستون تگزاس، پس علامتش هست در بیداره بوداد کهی که علامت همه رادیو هست. بعد رادیو ایران هوستون تگزاس RIHT حرف اول اینا، بعد .com یا .co میتونید برید روی وبسایت اینجا اینو ببینید، چه .co رو چه .com ببینید. بسیار صدای خوبی رو 24 ساعته میتونید از اونجا بشنوید. درود بر شما آقای توکلی عزیز، بفرمایید چه مورد خطر. شما 31 ساله که شما خودتون میدونید که این رادیو در خدمت شما و دوستان دیگه. بله، من خودم اونجا برنامه داشتم. خودتون اولین کسانی هستید که در این رادیو در حدود 25-20 سال پیش برنامه داشتی و من هر دو سه روز پیش توی نوارا نگاه میکنم یک نوار از شما پیدا کردم مال 17 سال پیش. صدای شماست که یادم داشته که از من خدمتون تقدیم کنم. لطف میکنید، خیلی ممنون. بله، این نوار جناب مینوی، واقعا میخوام به شما بگم من وقتی که شنیدم که هر وقت آمریکا و انگلیس بخوان ایران آزاد میشه، اون بارها خدمت شما هست کرد. بله، گفتن آمریکا و انگلیس اگر میخواستن کشور ما رو به این بدبختی نمینداختن. بله بله، آخه خود اونم مقصر بودیم آقای توکلی. بله، خود اونم مقصر بودیم، گول خوردیم. بله، کسی که من نبودم، البته من نمیخوام منم کرده باشم، ولی باور بفرمایید خدا رو شاهد میگیرم که از اولش من مخالف بودم. کجا بودی شما؟ تو کدوم کشور شهر بودی؟ من در شهر تبریز بودم، مدرسه تعاونیان آذربایجان. بله بله بله، یادم افتاد گفته بودی. بله، رئیس سازمان امنیت اونجا از من میخواست کسانی رو که میدونم مخالف دولتن معرفی کنم و من واقعا به شما میگم کسی رو در اون سازمان نمیشناسم. آقای محمدی به من میگه آقای توکلی واقعا احسن، تو کسی هستی که نمیخوای کسی رو گرفتار کنی و ناراحت کنی و تو یک ایرانی راستین هستی. بله بله، من حاج نقی توکلی رفتم پلوش کبریت بخرم برای
کار میکنن اگر درصد یا کمیسیون بگیرن این شما اسمشو دزدی نمیذارید؟ گویم چه؟ گفتم یعنی این که من از طرف دولت اومدم با شما معامله کنم، از شما وقتی کمیسیون میگیرن این میشه یک نقد کلاهبرداری و درود بر شما آقای توکلی عزیز. در اون سن جوانی تلفن رو برداشتم، داشتم حرف میزدم، دیدم داره تلفن میزنه، میگه داداش یک داداش جوان خوشتیپ برات پیدا کرد. گفتم با کی صحبت میکنی؟ گفت دارم با مهندس تقی توکلی وزیر نیرو دارم صحبت میکنم. گوشی رو داد بهش با من صحبت کرد و براتون بعد شدم داداش توکلی های تبریز. من به شما بگم که من اون موقع شدم داداش توکلی های تبریز های بله 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 بله. در صورت اون موقع هنوز که تا بودم همیشه برادران توکلی، منم شدم یکی از برادران توکلی، همون کبریت سازی اونها رو داشتم دیگه، درسته؟ بله. اینها من میخوام به شما بگم هر جایی که رفتم کاری کردم که احترام خودم رو خودم نگه داشتم. بله. انسان اگر پاک و صادق باشه و خدمتگزار میهنش باشه احترامش دست خودشه. بله. اگر الان این تلویزیون چند دقیقه پیش شما فرمودید دوستان کمکی بکنن، هر کس از دستش ساخته ببین روی ایران، اشخاصی مثل شما و من در این تلویزیون صحبت میکنیم که مورد اعتماد مردم هستیم و برنامه هایی که از اینه که آقای امیدوارم که شما میدونید که در تمام طول زندگی وقتش و سرمایه و زندگیش رو گذاشته روی این کار، باید همیهنان هر جوری که میتونن از دستشون ساخته کمک کنن که تا شب نوروز ما این تلویزیون رو ببریم روی ساتلایت. من تلفن ها رو اعلام میکنم چون وقت زیاد نیست. تلفن آقای امیدوار رو اعلام میکنم که زنگ بزنید و هر کاری از دستتون هست دوستان انجام بدید. تلفن جناب امیدوار هست ایریا کد 703-655-5268 703-655-5268 به آقای مینویی هم همین الان زنگ بزنید اگر کاری از دستتون ساختت انجام بدید. 281-835-3063 281 ایریاکود 835-3063 تلویزیون مردم تیوی دوست گرام جناب آقای پارسا سوربی هست. تلفنشون 703-957-6150 703 ایریاکود 957-6150 و تلفن رادیوی ما اگر اوامری با من داشته باشید 713-485-4300 713-485-4300 این نقشه دیداری رو این رد که ما گفتیم، من دیروز با آقای لشکری صحبت میکردم چندان تلفنی نشده. تلفن بزنید آقا، مخارجی ندارید، پولی نمیخواید بدید، یک تلفن بزنید به آقای سیاوش لشکری و این مجله بیداری رو که واقعا ایرانی هست و به درد ایرانی و ایرانی تبار میخوره، این نشریه رو از ایشون مطالبه کنید. هر جای دنیا که باشید براتون میفرسته. تلفن آقای سیاوش لشکری هست 858-320-2013 یک بار دیگه میگم یادداشت بفرمایید 858-320-2013 اگر عوامری با من ندارید به شما بیرد. بسیار متشکرم جناب ناصر توکلی عزیز. باش. مرسی. پایدار باشید.
بله، همطور که ایشون گفتن این تلویزیون یوتیوب قراره که از اول نوروز، از اول سال آینده به اصطلاح ایرانی بره روی ساتلایت و همه باید کمک کنیم، یعنی همه اونایی که احساس مسئولیت بکنیم باید کمک کنیم. منم به عنوانی که یک دستندر کارم، من معمولا نایکت یوتیوب تلویزیون کار میکنیم، باید یه پول بگیره، ما یه پول میدیم و اون پول هم که میدیم دو برابرش کنیم برای که بتونیش یا کمکی بشه سهمی من که داریم بیرون. این برنامه رو که من پرویز بینیم هستم از هوستون تگزاس پخش میشه و از اینجا از طریق اسلیم باکس میره به من خدمت آقای امید امیدوار در دفتر مرکزی تلویزیون E2 در واشنگتن، از اونجا برای اثر اینترنت در همه جا پخش میشه. این برنامه رو آقای امید امیدوار که سپاسگزارم ازشون که از واشنگتن پخش میکنن، آقای ناصر توکلی از طریق رادیو ایران هوستون تگزاس این برنامه رو همزمان پخش میکنن و همه جای دنیا میتونه هر کس به تلویزیون دسترسی نداره از طریق رادیو گوش بده. و همینطور همزمان روزهای چهارشنبه آقای پارسا سوربی مدیریت محترم مردم تیوی این برنامه رو همزمان پخش میکنن و ضمناً ضبط میکنن. معمولا روز بعدش میذارن روی یوتیوب، یه کپیش هم برای من میفرستن که من بدونم که این بعدم در روزهای هفته و به خصوص آخر هفته برنامه رو تکرار میکنن. بسیار سپاسگزار از هر سه سرور بزرگوار هستم. داشتم میگفتم که ببینید آقای من خواهش میکنم به این تناقض این حرفای اینا گوش بدید. اینا یه حرفای میزنن که مار خر کنن، خودشون اون حرفا رو قبول ندارن، فقط برای ما میگن، بلکه ما رو خر میکنن. ببخشید به شما جزارت نشه، من خودم میگم، بلکه من خر کنم یه حرفایی به من میزنن، ولی خودشون به اون حرفایی که به من میزنن اعتقاد ندارن، فقط به خاطر اینکه من رو گول بزنن میگن. یعنی رئیس مجلس تشکیل منفعت آقای رفسنجانی میگه که پس از مرگ پیامبر اسلام هیچ کس مستحق‌تر از امام اول شیعیان برای حکومت نبود، هیچ کس از یعنی علی شایسته‌تر نبود. البته نظر آقای رفسنجانی، اگه علی از همه شایسته‌تر بود که انتخابش میکردن، که اولا که علی در اون زمان خیلی جوان بود، اما پیامبر اسلام به او گفته بود که اگر مردم خواستن در آنها حکومت کن و اگر نخواستن به خودشان واگذار کن. آخه مردی که پدر سوخته، پس چرا شما میگه تو قدیر خون گفت اینجا نشین منه، پس چرا دروغ میگی آقای رفسنجانی؟ چرا این اتحالا نمیگفتی؟ چرا این همه شیعه و سنی جنگ کردن تو این نگفتی؟ تو میگید پیامبر به علی گفت تو شایسته ای ولی تو حکومت نکن، اگه مردم خواستن حکومت کنن، اگه نخواستن به جایی که میخواه حکومت کنه، مردم هم علیت رو انتخاب کردن. پس بعد از محمد ابوبکر شد، پس علی نشد، پس علی شد خلیفه چهارم، پس چه میگید امام اول؟ پس چه دروغ میگید؟ پس چه میگید ابوبکر و عمر و عثمان قاصدن؟ چرا دروغ میگید آقای رفسنجانی؟ آقایون رفسنجانی ها چرا دروغ میگید؟ ببینید خانم آقا نمیاندن تونستم بگم، میگه که محمد به علی قبل از مرگش گفت اگر مردم خواستن بر آنها حکومت کن و اگر نخواستن به خودشون واگذار کن. یعنی مسئله شیعه دروغه، یعنی محمد نگفت اون جانشین منه، ابوبکر و عمر و عثمان قاصد نبودن، ابوبکر شایسته‌ترین کسی بود که میخواد میتونست خلیفه بشه، ابوبکر کسی بود که با محمد از مکه فرار کرده، میدونید که میدونید که محمد میخواستن بکشن دیگه، فامیله خودش که میخواستن بکشنش، فرار کرد با ابوبکر از مکه شبانه فرار کرد اومد به طرف مدینه، پس اول کسی که وارد مدینه شد محمد و ابوبکر بود. هر وقت هم عملی میشد یا هر وقت نمیتونست یا هر وقت مسافرت بود میگفت ابوبکر بریم جاش نماز بخونه، پس آقای محمد خود به خود ابوبکر جانشین انتخاب کرده بود، هیچ وقت نگفت علی بره جای نماز بخونه، قال ابوبکر بخونه.
بلکه محمد میدونست ابوبکر رو مردم بیشتر قبول دارن. علی محمد دست قیب عضو مجلس خبرگان رهبری نیست در نامه به اعضای شورای نگهبان در اعتراض به رد صلاحیت گسترده کاندیداها نوشته آیا هنوز هم میخواهید مجلسین شورای اسلامی و خبرگان را به نظریه استثنایی تشکیل دهید و مردم ایران به خصوص جوانان و قهران مردم دنیا را از اسلام بیش از این فراری دهید؟ می‌دونی کی گفت این حرف رو؟ از خود عضو مجلس خبرگان علی محمد دستگیر خودش عضو مجلس خبرگان گفته شما چه این کار را میکنی؟ میخواد مردم رو میترزین از اسلام متنفر کنی؟ حسین مرعشی عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان گفته است که از بین 3000 کاندیدای اصلاح طلب تنها 30 نفر یعنی 1% کاندیداها تایید صلاحیت شدن. خیلی جالبه ما مجلس درست میکنیم هرکی مخالف منه تو مجلس اصلا راش نمیدیم یه از این بهتر مجلس نمیشه که یه چیزی بخونم براتون از یکمی تغییر ظاهره بشه به دور من. کتابی به نام خمینی در پاریس یه تیکه از این بله میگه که شهبانو نیز در خاطرات خود قبول کرد و نوشت که با انتصاب جنرالی توی پرانتز اویسی که به خشونت شهرت داشت موافق نبود. سالها بعد شاپور غلام رضا برادر شاه در خاطراتش به همین ماجرا اشاره میکند. وی میکنه که شاه هنوز امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها را دوستان خود میدانست اما این دوستان بدترین نظر را به همه زد. برکس بهش محبت کرده بود زد، برکس بهش دشمنی کرده بود زد. برای آنها یک شب روز کپاول و آتش‌سوزی در پایتخت ایران صدها ساختمانی که غارت شدن و چندین کشته و زخمی شایان کوچکترین توجه و امنیتی نبود. رویای شاه کمتر قابل فهم است. وی خیلی زود متوجه اشتباه خود شد و بعدا بی‌پرده به آن اشاره کرد. من از قول شاه میگه من اشتباه کردم که اجازه آزادی تروریست‌ها را دادم که بلا فاصله به رهبری اختشاشات قارت ها و آتش افروزی ها پرداختند. امریکایی ها به من توصیه میکنم که باید با سیاست آزادسازی مونیف ادامه داد. اشتباه بزرگ من پیروی از توصیه های امریکایی ها و بریتانیایی های بود. من میدارم که اشتباه کردم اما اتخاذ تصمیم در آن زمان در آن شرایط کار آسانی نبود. در آن وقت من هم میخواستم از ریختن خون هم جلوگیری کنم. ببینید این اتفاقا آقای پرویز ثابتی در یک کتابی در دامگر حادثه نوشته که ما 3000 حالا اون خوردش رو یعنی 3700 تا یا 900 زندانی سیاسی داشتیم درست که اینا 3000 تاشون زندانی بودن دوره محکومیتشون رو میگذاروندن یه اون بقیه اون 700 تایی که بقیه بودن اینا دوره محکومیتشون تموم شده بود. یک زندانی که دوره محکومیتش تموم شده مثلا به 10 سال زندان محکوم شده 10 سال که تموم شده باید ولش کنن دیگه. گفت اینا این 700 تا من عددش یادم نیست 700 تا بود یا 900 تا ولی این 700 تا دوره محکومیتشون تموم شده بود ولی ما آزادشون نکرده بودیم. سالها بود آزاد نکرده بودیم. آقای محمدزاده گفتن اینا همه رو آزاد کنیم. گفتن قربان اینا ذاتشون خرابکاریه. اینا ذاتشون که مردم رو علیه رژیم تحریک کنن و برای رژیم کار خرابکاری کنن. اینا خرابکارن. اینا به معنی که آزاد بشن خرابکاری میکنن. جواب نخواهن نه اینطوری نیست. هر کی دوره محکومیتش تموم شده باید آزاد بشه.
بازار کرد، بازار کردیم و فرداش تظاهرات شروع شد، آتیش زدن پلاستیک، آتیش زدن بانک، آتیش زدن سینما، آتیش زدن نمیدونم همین کارها رو کردن. حالا شما میگیدن اشتباه کردن، اونا رو آزاد کردن، اونا تروریست بودن، اونا رو نباید آزاد میکردن، نباید آزاد میکردن. به همین سادگی در مقابل مردم دروغ میگن این جانیان. این تیتر مجله رازندگیست، گفتم مطالعه که این دفعه دارم عمدتا از ایرانیان و رازندگیست، البته تیتر دیگر جای دیگر هست که میگم بهتون حرف رو باشه. هفته گذشته جناب دکتر حداد عادل، البته این جنیا هفته گذشته تا این به من رسید در دارم میخونم چند هفته گذشته، در سخنرانی پیش از خطبه فرمودند رضا شاه 100 قطعه اسکناس 1000 تومانی، یعنی 100000 تومان، 100000 تومان خیلی پول بود اون موقع، برای مدرس فرستاد تا او آلوده کند، ولی ایشان قبول نفرمودند. جالب است که بدانید اولین اسکناس 1000 تومانی در سال 1351 در ایران چاپ شد و سید حسن مدرس در سال 1316 فوت نمودید و درست 35 سال پس از فوت مدرس اولین اسکناس ازارتومانی چاپ شد. وجدانان اگر دروغ هم میخواهید بگویید فقط یک لحظه به دروغتان فکر کنید. حداد عادل که فامیل آقای خامنه ای، من دختر دادم پسر گرفتم و این دختر دادم این پسر، یا برحال بچه هاشون با هم ازدواج کردن و مثلا مشهور است به آدم فاضل و نمیدونم عارف و نیم از این حرفا، حالا ما میگه آقای رضا شاه 100000 تومانی برای مدرس فرستاد. اصلا مدرس 1000 تومانی موقع نبوده، 35 سال بعدش 1000 تومانی درست شده. خانم آقای مدرس یک آخوند بود که از احمد شاه و برادرش پول میگره. من الان میگم، الان کاغذ ندارم جلوتون بگم کجا نوشته شده، ولی من در چندین کتاب خوندم، کتاب مستند میدونم، من کتابای بی خودی نمیخونم، کتابی که من کتابی که بخونم سه صفحه بخونم بفهمم که این شک داره، مطالعش مستند نیست، نویسنده توش دخل و تصرف کرده، اون دیگه نمیخونم، یا اگرم بخونم توی تلویزیون ازش یاد نمیکنم. ولی در چندین کتاب مستند خوندم که محمد حسن میرزا برادر احمد شاه که نایب سلطنش بود به مدرس پول میداد و مدرس طرفداری احمدشاه و ولیعهد احمدشاه یعنی محمد حسن میرزا رو میکرد و لذا همش در اون راه بود. حتی از شیخ خزعل پول میگرفت. چی میگه های عداد آده؟ 100000 تومانی به فرض که حالا بود رضا شاه میفرستاد برای اون، موقع که 100000 تومانی میفرستاد برای اون، حقوق پدر من 30 تومان بود، یعنی یک هزار، یعنی حقوق پدر من در سال میشد 360، 360 تا، یعنی تقریبا یک دونه هزار تومانی تقریبا حقوق 3 سال پدر من بود. 100000 تومانی برای مدرس درستان، مدرس قاب میزد به تو اگه همچی گولی بود، مدرس حاضر بود بیاد برای هر 1000 تومانی سبایی 100 ریال یاد تو اونو بشت بدن. چی میگه های عداد آده؟ این از مجله عاشقانه است، مجله ماهنامه شهر روستون نوشته که نیروی انتظامی میرزه کنی یک شهروند، او هم به منقل میپره تو استخر، به یه تیرات میکشیده به منقل میپره تو استخر و میگه از اینجا به بعدش دیگه به شما ربطی نداره، به نیروی دریایی مربوط میشه. برو بده قهوه خونه تا میتونه چای میخوره، 5 تا 10 تا 15 تا قهوه خونه چی شاکه میشه، میگه بابا خسته نشدی
این همه چای خوردی؟ یارو میگه راست میگی والا قربونت، یه چای بیار تا بخورم خستگیم در بره. یارو میگم بابات مرده؟ میگه نه بابا اصلا امکان نداره. میگم والا مرده؟ یارو میگه تالا اصلا سابقه نداشته. پدر من همیشه شوخی میکردی که از شوخیاش این بود که هرکی میمورد به پدرم میگفتم فلان کس مرد، میگه ای هیچ مو هیچ وقت این موقع سال نمیمورد. این کاریکاتوریه. یه نفر به یه نفر دیگه میگه که تو از بیکاری چجوری بعد بیکاری؟ میگه بد نیست اما داره دست زیاد میشه. سوال امتحانی طلبه ها، وقتی انسان ها به طبیعت احترام نمیگذارند و حیوانات نادر را شکار میکنند چه اتفاق میفتد؟ طلبه جواب میده نادر خیلی ناراحت میشه. حیوانات نادر رو گوشن این نادر ناراحت. زن آخوندی به شوهرش، عزیزم دکتر به اون گفته واسه اینکه حالم خوب بشه باید بریم سفر خارج به یه ساحل آفتابی. حالا منو کجا میبری شوهره؟ پیش یه دکتر دیگه. بله اینم از این قضیه. بله عکس این آقا رو ببینید، این آقا یه دکتر ایرانیه. برتون میخونم که این دکتر چرا من عکسش به شما میدم. سفر جراح ایرانی به افریقا برای ترمیم زخم‌های مردم محروم. این آقای دکتر افشین فاضلی، باشید افشین فاطمی، افشین فاطمی که از معروفترین متخصصان زیبایی در آلمان هر سال به یکی از مناطق بحرانی دنیا یا کشورهای فقیر می رود تا به داد مردمی برسد که زیبایی و سلامتشان را در جنگ یا به خاطر نبود ابتدایی ترین امکانات پزشکی از دست دادند. او در سالهای گذشته به مصر، اوگاندا، مالزی و ایران رفته است. خب حالا این پایینش یک عکسی از این عکس انداخته، این عکس رو این عکس خانم مهناز افخمی ببخشید، خانم مهناز افخمی وزیر امور زنان دولت شاهنشاهی، وزیر امور زنان دولت شاهنشاهی. حالا این عکس رو ببینید، خانم مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، خانم مرضیه وحید دستجردی. این طرف تر ببینید یه عکس دیگر. این دندونه خانم دستجردی ببینید، اون دهنش ببینید، این اونو بزرگش کرده که شما ببینید که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی خودش دندونش همه خرابه.
این یه مطلبی است باز ما به راه زندگی است. نوشته که مغز افراد دو زبانه دیرتر پیر می شود. افراد دو زبانه اونایی که مثل ما فارسی هست می زنن، انگلیسی هم هست می زنن، اونایی که یک زبان تو خونه دارن یک زبان بیرون دارن، اینا دو زبانه. آیا شما هم بیش از یک زبان بلدید؟ هر روز تحقیقات تازهی درباره مغز افرادی که به دو زبان یا بیشتر سخن میگن منتشر میشود. بر اساس این تحقیقات کار بیشتری که مغز این افراد انجام میدهد فوایدی در سالهای پیری برای آنان دارد. پس لطف کنید به خاطر حرف ما نه، بلکه به خاطر پیشرفت بچه های خودتون بیاید به بچه هاتون یاد بدید که فارسی رو حتما حرف بزنن. در سوئد که ما بودیم به این موضوع خیلی اهمیت میدن و در هر دبستانی اگر شاگردانی بودن که به یک زبان دیگری معروض به یک جای دیگری بودن برای اونا معلم میگوشن. مثلا فرض کنم که بچه های بودن که عرب بودن، اینا رو جمع میکنن یه کلاس عربی براشون میگوشتن. این بچه های که ایرانی بودن فارسی بودن یک کلاس فارسی براشون میگوشتن. همینطور مثلا برای شیلیا زبان اسپانیش میگوشتن و معتقد بودن که بچه ها باید از در خونه که میان بیرون زبان سعودی حرف بزنن، از در خونه که میرن تو زبان مادریشون حرف بزنن. با این برای اونا بسیار مهم بود و پول خیلی خوبی، مثلا یه شاگرد یه پول میدن به یه خانم ایرانی که بیاد مثلا بچه ها فارسی یاد بده، در حالی که مثلا تو کلاسش سه نفر بیشتر نبودن. به اینجوری پول خرید، چون میدونستن دو زبانها برای کشور سوئد در آینده بهتر هستن. خب اخیرا یک ویروسی پیدا شده که به مغز جنین توی شکم مادر لطمه میزنه، زیکا بهش میگن. زیکا میگن به خاطر اینکه از یک جنگل اول بارون پیدا شده که اون جنگل اسم جنگل زیکا هست، اسم اون جنگل رو گذاشتن. این من یه مقاله نوشتم فرستادم برای آقای دکتر مختار در روزنامه ایرانیان. من به گاهی برایشون مقاله میفرستم. خب من 15 سال برای مقاله مجله تهران مقاله میفرستم، همیشه یه صفحه معین اون تو مال من بود. 15 سال پیش، این سال 15 سال پیش، سال 2000 بود، من یه مقاله نوشتم بهشتم اسمش بود بهشتم زنده بود بزرگترین اولین دروغگوی تاریخ، زنده بود اولین زن دروغگوی تاریخ اسم مقاله. بعد گفتم که این حوا نه ببخشید نوشتن زنده بود اولین زن گناهکار تاریخ، نوشتن این خانم فهوا بهش گفتم سیب نخور خورد و به آدم هم داد و اگر این کار نکرده بود ما هنوز تو بهشت بودیم. خب بهشت که لباس مباس که نداشتیم، دخت برهنه بودیم دیگه، کن برهنه به قول معروف میدهیم به بال پروانه ها و اینا. هر وقت هم تشتمون میشد میرفتیم بله میشدیم دهنه میزدیم توی جوهای آب میخوردیم، بعد میخواستیم میرفتیم شیر میخوردیم، میرفتیم عسل میخوردیم، میخواستیم میرفتیم شراب میخوردیم، چون جوی شراب هم هست اون داریده. و پس من اولی نه درسی بود، نه مدرسه بود، نه باشگاهی بود، نه تلویزیون بود، نه بازی بود، نه شطرنج بود، نه فوتبالی بود، نه ساکر بود، نه اینترنتی بود، نه تلفنی بود، هیچی همون هم دو بلند بود. پس اون زنده بود اون اولین گناهکار تاریخ که اون گناه رو کرد، ما اومدیم بیرون به این چیزی که الان داریم رسیدیم. حالا این چیزی که اومده، خب به هر حال مطالی که من داشتم تو بکمی حالت تنز داره، چون من یادم مرکی هستم اومدم زمین ببینم که این بیماری که اومده چجوری به من میترسیم، این بیماری
به مردمان مریخ هم سرایت کنه. البته در مریخ موجود زندگی نمی کنه، این فرضیه. ما وقتی بچه بودیم بگذن آدم مریخی، همیشه یه موجود غیر زمینی رو بگذن آدم مریخی، فیلمایی هم درست می شود به آدم مریخی. حالا تو اون زمینی نوشتیم که ببینیم چی میشه. میگم من برای مجله تهران آقای شهرورد نوبین میرم، همون با اولی مقالم که فرستادم برشون، بلافاصله برای من پیغام دادن که مقالت رو گذاشتم توی صفحه نامه خوانندگان، ولی از هفته دیگه صفحه خودت رو داری مقالت رو بنویس. و این همکاری 15 سال ادامه پیدا کرد تا اینکه به هر حال هر همکاری یه جوری به پایان میرسه، دیگه به پایان میرسه. من خیلی میدونم یک چیزی عادت دیگه، یعنی یه چیزی تو وجود آدم هست که آدم میخواد با دیگران حرف بزنه، و این چیزی که تو وجود آدم هست بخواد با دیگران حرف بزنه باز میشه که آدم بنویسه. اولا نوشتن میتونیم افکارش آدم به دیگران انتقال بده و افکار دیگران هم در باره خودش بفهمه، چون ما وقتی بنویسی خب بالاخره یک کسی یه جایش اشکال داشته باشه، چون زنگ میزنه یا نامه می‌نویسه یا فلان، در حال ارتباط برقرار می‌کنه. حالا من حقیقتش سه تا مقاله برای ایرانیان فرستادم، این سومیش حالا چه تا می‌ذاره که امیدوارم که آقای تغییر مختار به قول معروف واکنش مثبت بدن و بتونیم ما به اونجا هم کاری کنیم. من یک مقاله طنز نوشتم، مثلا کاشکی نمی‌گفتم به آقای مختار. من یک زمانی در سوئد بودم، در یک شهری به نام گاتنبرگ. خود سوئدی هم گنگ یوتوبوری یا میگن یوتوبوری یا میگن یوتوبور باری یه آخری شده، متمولا میگن یوتوبوری. در اونجا این آخرین کاری که داشتیم یه خیابان بود به نام کونزگاتان. کونز یعنی کینگ، کونزگاتان یعنی خیابان شاه، گاتان یعنی خیابان، کونزگاتان یعنی خیابان شاه. در اونجا یک کوچه بود بین خیابان کونگاتان و لیمیگاتان، یک جای بود بهش بودن کونساکتوریت. کونساک یعنی گرین، یعنی سبز. کونساک یعنی چیزای سبز، توریت یعنی میدون، یعنی سبز میدون. بهرحال سبز میدون اونجا قبلا مثلا سبز میدون بوده، به سبز میدون ما که توی خیابون بوزرگمری یه جایی هست بهش میگن سبز میدون. اینا قبلا اینجا میوه و تربار اینا میفروختن وقتی این شهر خیلی کوچیک بوده. بعد که شهر بزرگ شده طبیعی است که میدان میوه و تربار رفته به یه جای بزرگی، چون اونجا دیگه جا نمیشه دیگه. حالا اونجا اینجوری بود، مثلا مرکز شهر بود، ما رستوران ما فقط جورا بود، چون شبا اونجا کسی آدمای معمولی اونجا نبودن، شب فقط کلاب ها و مثلا دیسکو ها و بار ها و اینا باز بودن. رستوران هایی که غذای معمولی دارن شب ها تو خیابون بسته بودن، ما فقط روز شب یازده با میکنیم تا دو بده میبستیم. خیلی خوب بود، یادش بخیر، یک شمه هم تحتیل بودیم، چون یک شمه ها اونجا خبر نبود. و برحال بستیم اومدیم امریکا، پولی که اونجا در آوردیم آوردیم اینجا، یک رستوران باز کردیم به نام مینو که اون دو سال زحمت کشیدیم. یه دفعه پسرم اومد گفت بابا پدر مادر، در امریکا پول در آوردن سخته، ولی نه به این سختی که شما کار میکنید. شما صبح زور شب نصف شب کلیس هر یه وقت کنسرت ساعت دو میاد که اونی که کنسرت بود اونجا مثلا گلپاچه بخورن نمیدن کلا اینا ویش کنید. برحال ما اون بستیم، بعد اومدیم تو همین کاری که الان نرستم تو این کار. آره دیگه 22 سالی هست که تو این کار هستم که همین فایر سیستم میشود. وقتی این کار کرده داشتم بازم یک اشتباه کردم، بازم یه رفتم یه رستوران دیگه باز کردم به نام رستوران زعفران یا سافران قل، که اینجا دیگه خیلی ضرر کردم. و بعد اینم به قیمت مثلا یک پنجم یک ششم اون پولی که خرج کردیم فروختیم، و اونجا هم متاسفانه طبقه دوم بود. نباید رستوران طبقه دوم نباید میبود، اشتباه کردیم دیگه. اون لندلورد یعنی اون زمین رو بخواست اجاره بده تو گوش ما خون ما رو گول زد. الو گوشی داشته باشی، گوشی داشته باشی.
نه پشت خط صحبت دارم. نه عزیز من، من روی خطم. شما روی افتاده رو روی خط پخش میکنی بفهمید. بله میخواستم شما سوه پرسو داشتیم که یوسف بوری بوده. بله 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 طرف لویه هرده اون دو خونه همون بود. آره 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 بله بله من خواستم علاقه رو دوری بشم بخواستم چون من بودم 25 ساله پیش اونجا بودم بله بله تقریبا یه چیزی یادم میاد. خیلی پدرتون خیلی لفظ قلم هم بودن؟ نه. آه بس بس آره من خب اونجا الان حاضر زن نیستم. برحال خیلی خوشحال شدم که به ما زن گوش. شما خودتون هم توی یوتیوب رو بودی؟ من بله من نوزه کنم 12 سال خوده یوتیوب رو بودم. چون رستوران یه جاری یک شب یه یادتو میاد؟ رستوران یه جاری یک شب؟ بله ما داشتیم اونو توی همون گونساکتوریت بود، همون توی کونزگات ها بود. گونساکتوریت، یا آقا ایرج نامی هم بودن همسایه شما بودن؟ ایرج هم همسایه ما بود. آره 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 توی کار تئاتر اینا بودن، این نمایشنامه می نوشتن و اینجور کارا می کردن. بله بچه خوب هستن؟ خیلی سلام، خیلی ممنون، سپاسگزارم. من اتوان از آقای ناصر توکلی که پیش کنش در رادیو ایران چندی سال که برنامه خوبشون نمیشه می بینن نگاه بکنم و صحبت کردم. بله دو شما از کشتم آقای میزوی که حتما باید همین شما باشید. خب برداری کنم بیت کردید. خیلی متشکرم. امیدوارم بازم تجربه رو خط بازم مطالب خوبی بگید. حتما حتما خیلی ممنون باشم. مرسی بردین جان، تشکر، پایدار باشید. بله من نمیدونم خب ما این همه سال اینجا های مختلف اینیم. من از یک چیزی تعجب میکنم. من سالهای سال دبیر فیزیک کنکورهای خوارزمی بودم. یعنی مثلا فرض کنیم که در هفته از این کلاس به اون کلاس از اون کلاس به اون کلاس میگه که مثلا در یک ترم در یک دوره مثلا 4000 تا شاگرد 5000 تا شاگرد بود که همشون در یه لحظه که نبودن. یکی مثلا کلاس A بود، یکی B بود، یکی C بود، یکی D بود، یکی اون یکی ساختمون دوباره ABC بود. از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا با این همه در ارتباط بودم. هیچ وقت خیلی دونه چون زنگ نزدن بگن میمی تو محله ها بودی مثلا ما اونجا بودیم اینا نبودیم. البته من بعدا اومدم تو کار صنعت و اینا کارخونه اتفاقا این روز با یکی آشنا هم صحبت میکرم کارخونه ملامین درست کردیم. ملامین در فای ملامینی که میدونید که جوری دیگه تو ایران خیلی رایج بود و خیلی رواج داشت و صادر هم میشد به افغانستان پاکستان اینا میورد صادر میشد. بعد اینا خب میگفتن کارتونش بودن سرویس 35 پارچه که مثلا مجموعاً بشقاب گرد داشت، بشقاب گرد، بشقاب گرد تخت داشت، بشقاب گرد گرد داشت، کاسه کوچیک داشت، کاسه بزرگ داشت، دیس داشت، چیز مختلفه. ما اینا رو میدیدیم با یه آقای بود، آقای هم شریکی بود، آقای مهندسی بودن. بعد من بهش گفتم که آقای جمشید خان بیا ما این گل اینو درست کنیم. بهش میگفتن گل، اون نقشی که میذاشتن روی این گل میدید ملامین همیشه یه نقشی روش داره دیگه، یک نقشنگار رو بودست. اون نقشنگار رو بهش میگفتن گل ملامین و احتمالا گل ممکن بود نبود، مثلا فرض کنیم که عکس فرض کنیم که نی بود، ولی اونو میگفتن باید میگفتن نقش ملامین، میگفتن گل ملامین اون. بعد اونو میگیریم گلم درست کنیم. بعد این آقای جمشید میخندید این گونه دوباره گفتن جمشید جون بیاریم گل درست کنیم. دوباره گفت یعنی میبینید منظوری چی بود؟ منظوری چی بود که نمیشه این کار بکنیم. دوسته تا شرکت تو تهران این کار رو میکنن و صف میرستن که این رو مردم برن بگیرن. اگه مثلا دیر میرفتی میگه تموم شده بود دیگه و تو دیگه نمیتونی تو ملامین تو کار کنی. بعد این هم گلا میگه جوری بود که اون پودر رو که میخنیم تو قالب داغ این تیکه بالا و پایین که میمند به هم فشار میداد این پودر به صورت خمیر میشد، پخش میشد توی قالب. بعد همونطور که یه شکل خمیر بود یاز میشد یک اون نقش و کاغذ رو میذاشتن روش، یه دارم براق کن بهش بودن گلیزر میبستن روش
فشار دوباره میدادن، دوباره قالب بسته میشد، یه مدتی میمون بعد که میمون بیرون این چسبیدون همه همه یکی چونی یه بشخواب مثلا شده. من به شریکم میگفتم آقای مهندس جمشید، میگفتم بیا بریم اونو درست کنیم، اون قبول نمیکرد. بالاخره من یه روز رفتم یه کاغذی که فکر میکردم به کاغذ اون گل نزدیکه، حالا میگم اون کاغذم چه کاغذی بود، اون کاغذ من رفته بودم تحقیق کرده بودم که چه کاغذی بود. یه سری کارخونه های پارچه بافی در ایران بودن، من هیچ وقت ندیده بودم کارشون رو، ولی میدونستم سیستم کارشون اینطوری که وقتی میخوان پارچه رو گل روش بدن، نقش نگار بدن، نقش نگار اول روی کاغذ میزنن، اون کاغذ میاد با پارچه میره زیر پرس و نقش از اون کاغذ میفته به پارچه. پس در میشه مثلا این گل سرخه، مثلا اون کاغذه روش مثلا همینطوری هزار تا گل سرخه، هرچی میره گل سرخ گل سرخ، یعنی که میرن به کاغذ میره زیر پرس، گل سرخ میفته روی پارچه، در نتیجه حالا گل سرخ دوتا شده، یه گل سرخ رو کاغذ مونده، یه گل سرخ رو پارچه افتاده، ولی هنوز اون گل سرخ رو کاغذ گل سرخ بازم تمونه شده به رنگش. من اون کاغذ رو پیدا کردم، آوردم بریدم منزی بشقابا، بعد رفتم اونجا یه مایه درست کردم، این کردم این تو مایه مثل پارچه که به مخابی میکنم، به این گیره های پلاستیکی آویزون کردم. این مهندس جمشید که اونجا براش کار میکرد و پرسا رو راست روش میکرد، اونجا من اینجا رو آویزون کردم و بعد یه مدت نیمه خوش شد، گفتم جمشید جو اینو بذار توی بشقاب. باز دوره جمشید به من یعنی چی میگی بچه بازی در اول این کاغذ این کارا چیه؟ گذاشت، اتفاقا اولی خوب شد، چی نشد. گفتم دومی رو بذار، گفت ملامین هم باید میره، گفتم بذار یه بشقاب حالا فردا بگو دومی رو بذارش چیزی نشد، سومی رو بذارش نصفش چسبید، یعنی بشقاب نصفش گل شد، نصفش نچسبید. این جمشید همینطور نگاه که اینجوری، بعد گفت ای این که نصفش چسبید، خب اون نصفش هم میتونیم بهتر کار کنیم به چسبه. گفتیم باشه، رفتیم شدیم ما کارخونه گل سازی. حالا اون کارخونه هایی که من اون توش کار کرده بودیم و مثلا گل بودن و ما هیچ کار بودیم، اونا میمدن با گل میخورن. یادم دو تا شریک بودن، خیلی آدم های خیلی خیلی قوی بودن، هم پولی قوی بودن هم مخی قوی بودن، خیلی کارشون درست بود، پرستار بودن، همه اونا خودشون هم گل هم اونا میفروختن. میگم سه تا کارخونه بود، یکی همین دو تا شریک بودن، باغبانی و سفری، یکی دیگه بود که یک کارخونه بود، مهندسی بودن، دو تا برادر بودن، یکی هم یه آقای خسروی بود که این گل میزه، این سه تا بودن، ما شدیم اون چهار رو. بعد میادن از ما میخریدن دیگه، اونایی که به ما مثلا محل میزشن، این دو تا برادر که دو تا برادر کردن، دو شریک مثل برادر بودن، سفری و داغمانی، یعنی مثلا دستگاهمون خراب میشد، میگفتیم آقا سفری خورده میشی بیا اینجا، با ماشین بیمده با لباس شیک پالتوی گرون قیمت و فلان اینا میامد، دستشو میزد بالا تا اینجا توی واقعا پای اینا رو برد میزد، مثلا گفت شیر این توی این گره چل شده برای با صرف میکرد میرم که بابا کار میکرد، مثلا دو تن ملمین به ما قرض بده ما میدادیم، بعد به ما پس میداد. مثلا یه روز بهش گفتیم آقای سفری این همه میزنید شما کلک میزنید، شما اقباطی میکنید، شما فلان میکنید، با ما که خیلی شما روی راستید، که گفت اونها که کلک میزنن اونها به ما کلک میزنن، ما به اونها کلک میزنید، شما چیزی ندارید تو به شما کلک بزنید. خالصه اینو یه خاطرات بود از این گلسازی ما در کارمون داریم. یه مطلبی است از مجله راه زندگی، خانم پری عباس‌سلطی و آقای هوشنگ میرهاشم، عنوان مقاله است ساختار اجتماعی در زمان قاجار پیش از بنیاد ارتش نوین به دست رضا شاه. حالا من یه تیکایش علامت دادم اینو براتون بخونم. ببینید اینجا که پیش از روی کار آمدن رضا شاه
وضع ایران به گونه بود. این واقعیت را توجه کنید، این واقعیت امور مالی در دست امریکاییان، آموزش پرورش در دست فرانسویان، گمرکات و وزارت دارایی در دست بلژیکی ها، بانک در دست انگلستان و روسیه، تلگراف در دست انگلیسی ها با کارمندان هندی، کشتیرانی در رود کارون و صنعت نفت در دست انگلستان، گمرک منح جنوب در دست روسیه، نیروی قزاق در دست روسا، پلیس جنوب در دست انگلستان که پس از فروپاشی ژاندارمری به عنوان نیروی در ایران برابر ارتش قزاق برای نگهداری منافع آنها پدید آمده بود. اشیاء نیز برای نگهداری از لوله نفت در زمان جنگ جهانی نخست خود را به انگلیسی‌ها فروخته بودند و ارتش ملی نیز وجود نداشت. شاه شهری زورگیان برقرار بود. شاه شهری زورگیان در هر شهری یک زورگو بود. زورگیان برقرار بود. درآمد 20% از مردم ایران که از اشاعره بودن از راهزنی به دست می آمد. خرج شاه از گرفتن رشوه فراهم می شد و این به صورت سلسله مراتب به زیردستان و کشاورزان منتقل و تأمین گشت. وظیفه و طبقه پایینی باید بار آن را می کشید و سهم میانجی را نیز می داد. این وضع ایران بود. وقت در هر گوشه ایران، در هر استانی یک نفر قلدر بود که اون به شاه به هیچ کس فرمان برداری نمی کرد، خودش کار خودش می کرد. منتها بعضی جاها بود در اختیار دولت بود، در اختیار شاه بود، بعضی جاها در اختیار شاه نبود. مثلا فرض کنیم که خراسان که مدت زیادی در اختیار احمدشاه قاجار بود. احمدشاه در یکی من خوندم به داییش میگه که دایی من تو اگه میخوای حاکم خراسان بشی مثلا من از تو 5 میلیون میگیرم، ولی اگه کسی یه بود 10 میلیون میگرفتم. ببین من به اون دفعه قبلی فلان کسی گفتم 10 میلیون دلار ازش گرفتم، ولی چون تو دایی منی هستی 5 میلیون دلار بده. در اول چون از رشوه بود، بعد از خودش هم از دولت انگلستان حقوق میگرفت. احمدشاه پادشاه ایران از دولت انگلستان حقوق میگرفت. اگه فرصت باشیم بله یک مطلب بسیار احساسی هست درباره سرود ایران، اگر حوصله‌اش رو داشته باشید براتون بخونم. خیلی مطلب در واقع من خیلی اثر گذاشت. این مطلب رو خانم دکتر ناهید گیلک، خانم دکتر ناهید گیلک من هم نزدیک خدمت چون افتخارش نمیدارم، ساکن شهر اوستون هستن آقای دکتر گیلک و خانمشون دکتر ناهید گیلک و اینا هر دو هم پزشک بودن، الان بازنشسته شدن و در کار ادبی بسیار فعالیت زیادی دارن. حالا ایشون یه مقاله نوشتن و این مقاله در مجله میراث ایرانیان چاپ شده که من یه تیکایش از براتون میخونم. این بالا ست عکس گذاشتن. این ست عکس رو من هم بزرگ میکنم دونه دونه نشون میدم. بعد این عکس آقای حسین گلوگلاب، زیرش نوشته حسین گلوگلاب. این عکس آقای گلوگلاب خالقی، زیرش نوشته. این عکس آقای بنان، غلام حسین بنان که بنام زیرش نوشته. حالا مقاله رو میخونم، نه مقاله رو که نه، یه تیکایش میخونم. سالیان پیش به مقاله‌ای در مجله گلوگلاب نشریه گیلکان که در شهر رشت منتشر می شد برخورد کردم. این مقاله را که به قلم آقای احمد علی دوست که آقای احمد علی دوست نوشته شده بود به نظرم بسیار جالب بود، جالب و آموزنده بود. حالا اینو نوشته که مقاله در ماهنامه ایران مهر به سردبیری شادروان دکتر اسخر نازمزاده در شهر اوستون فیضاس در شماره آگوست 1992 نگاشتن. یعنی مقاله رو در مجله ایران مهر نگاشتن. آقای دکتر نازم‌زاده
رئیس مجله ایرامه بود، من افتخار همکاری به ایشون داشتم، هر دفعه من یه مقاله اون تو داشتم و از طریق آقای سماواتی معرفی شده. من سماواتی به من گفتش که من این مجله هست، باید بری کمک کنی. من رفتیم به آقای ناظم‌زاده کمک کرد. آقای ناظم‌زاده بسیار مرد خوبی بود، رئیس یک به قول معروف دین دانشگاه بود، رئیس یک بخش از دانشگاه بود، خیلی خوش لباس شیک مطابق سرطان درگذشت. روزی که قبل از اینکه چیز بشه یک دفعه هم شده، یعنی مثلا میخوام بگم که تا 15 روز قبل از مرگ سر حال خوب شیک من یک خیابون میدمش قمینی بیا این نشیه رو بگی رامه رو تو بچرخو تو ادامه بده، من نمیتونستم. شاید ایشون میدونست چون میتونست، بلکه ایشون اگه توی اون محل کار خودش نشسته بود میتونست به کار نشیه رفته، ولی من کارم یه جوریست که یه پشت پرمینم یا رو نرده نمیتونم مجله اداره کنم. هلو؟ هلو؟ This is a Persian program. If you can talk Farsi, call. Otherwise, call later on. Okay. Call tomorrow, please. Bye. Bye. در مورد چگونگی سرود ایران یا سرودن ایران، چهار زمان دکتر حسین کلوگلاب نویسنده، خوب بیتر من تعلیم نمیدیسن، چهار زمان حسین کلوگلاب نویسنده شاعر و استاد دانشگاه پزشکی و داروسازی که شاعری با احساس و انسان بی همتا بود، در زمان این اشعار را سروده که چند ماهی از فتنه جدایی آذربایجان از نام میهن میگذشت. یعنی روسا اومده بودن به کمک روسا یک حکومت قلابی در آذربایجان، حکومت پیشوری فرقه دموکرات درست شده که بخواستن آذربایجان و ایران جدا کنن. ولی البته من بگم که این اتفاقی که این اتفاق نیفتاد به خاطر بزرگواری و همت و جوانمردی و میهن‌پرستی مردم خود آذربایجان. تکرار میکنم، پیشوری غلام یحیی اومدن حکومت فرقه دموکرات درست کنن، البته درست ارتش ایران رفت اونجا، درسته که شاه رفت اونجا، درسته که رزمارا رفت اونجا، درسته ذوالفقاری اونجا کار کردن، ذوالفقاری از مردم اونجا بودن، ولی اصولا این فرقه دموکرات خود آذربایجانی ها بیرون کردن. اگر آذربایجانی ها اونا رو میخواستن جدا شده بود آذربایجان از ایران. یک چیزی ها رو آدم یه وقتا میخونه کسان موهای تنش سیخ میشه. شاه وقتی که در بیمارستان بود و در وضع بدی بود و بسیار عذاب میشد، تحقیر میشد، یک خلبان بلوچ، یک سران بلوچ که خلبان بود در ارتش ایران، یک پارچه رو برمیداره دور هواپیما به هواپیما میبنده، میدونی که در شهر آمریکا رسمه، یه پارچه رو به هواپیما میبنده که بیش یک چیز نوشته برنامه پایین میخونن که این چیه، و مثلا مقدم شاه رو در اینجا تبریک میگفت. اقدامات بسی برای نجات آذربایجان در حال وقوع بود. استاد گلگلاب که تحت تاثیر وقایع جنگوداز میهن بود، شعر ایران را در سه بند سرود و شادروان روح‌الله خالقی بر روی آن آهنگی در دستگاه دشتی تصنیف کرد. در سال 1945 و اواخر بهار در شهر رشم اعلام شد که به زودی کنسرت انجمن ملی موسیقی به رهبری استاد خالقی برنامه در رشت اجرا خواهد کرد. پس و اعلام کردن که در یه جایی یه دونی برنامه خواهد کن، گروه موسیقی ملی برنامه خواهد داشت. حالا من همین بگم که رشت همینطور که اینجا خوندم، منطبعا همه اقلا براتون نمیخونم دیگه، نوشته که یه سینمایی داشت به نام سینما هماییه و بعد این سینما همایی تنها سینمایی بود که هم سینما بود هم پرده داشت، پرده میرفت کنار، یک محلی برای سن و برای تئاتر و برای کنسرت و اینام داشت، یعنی هم پرده سینما داشت هم محل تئاتر هم میتونست باشه و اسمش همای بود. روسا که اونجا رو تصرف کردن اشتراک داشتن که این اسم سینما بسید سینمای شرق و گفتن سینمای شرق.
ناماوران موسیقی اصیل ایران چون حالا ممکن اینا یاد اسمشون رفتون یاد آشنایی داشته باشید بقیه نرفتون چون جواب معروفی و محجوبی نوازندگان پیانو ابوالحسن سبا و حسین علی ملا و مهدی خالدی ویلون برکشلی و خادم میساق امیر عطایی و کلونل النقی وزیری تار وزیری تبار قرنه حسین تهرانی و علی زاهد تلمک خوانندگان غلام حسین بنان بانو روبخش و احمد آشورکور بودن پرده مخملی کنار رفت و هیئت ارکستر که متجاوز 20 نفر بودند با لباس فراک در برابر نورافکن نمایان شدند پیشا پیش آنان روح الله خالقی که رهبر ارکستر بود وارد شد و بانگ و هلهله و شادی و کف زدن تماشاگران تا چند دقیقه ادامه یافت برای من اجازه بده که این صفحه هاش اشتباه نکنم چون سه صفحه میشه این صفحه 35 پس باید بریم صفحه 36 بخونیم آنگاه به سوی هیئت ارکستر رفت و دستور به اجرا داد پس از پیش درآمد کوتاهی سرود ایران با سه صدایی بنان روبخش و آشورپور اجرا شد حالا من مثل که اینو بازم یه تیکه جا انداختم برحال اجازه بفهمه که من اینو توضیح بدم این وقتی این تا اینجای قضیه گفتم پردرفت به کنسرت بود کنسرت موسیقی آواز بود وقتی که کنسرت موسیقی آواز تمام شد آقای خالقی میاد جلو پرده میگه که ما یک ترانه ساختیم به نام سرود ایران چند ماهی است که کار کردیم روش تمرین کردیم ولی اجازه پخش به ما در تهران داده نشده و الان در رشت برای اولین بار ما این سرود رو در مقابل شما تماشاگران عزیز اجرا میکنیم بعد وقت سرود ایران اومد آنگاه به سوی هیئت ارکستر رفت و دستور به اجرا داد پس از پیش درآمد کوتاهی سرود ایران با سه صدایی بنان روبخش و آشورپور اجرا شد مردم برای صندلی ها میخکوب شده بودند و با تحسین بسیار به ریتم مهیج و اشعار شورانگیز موش فرا میگذارند تا اینکه بند دوم سرود اجرا شد پس از چند لحظه کار اشتیاق به انفجار کشید جمعیت از زن و مرد به پا خواستند و فریاد شادی و آفرین آنان به اوج آسمان رسید چند نفر از جمله شاگردان سبا بی ملاحظه به روی سن پریدند و سر و روی اعضای ارکستر را غرق بوسه کردند شخصی به نام حاج محمد جوانمرد به سبک سنتی شاباش گفت و تعدادی اسکناس بر روی صحنه ریخت شادی و شگفتی در سالن نمایش موج میزد برنامه ارکستر ظاهرا پایان یافته بود خب الان من اینجا دقیقش بگیم دیگه تعریف کنم براتون چون وقت هم نیست برنامه ارکستر تموم شد مردم چی کنن دست من چی کنن گفتن دوباره اینو بزنیم اونا گفتن که باشه چون بگیم تنفس کوتاهی باشه ما دوباره میزنیم این تنفس طولانی شد 10 دقیقه یک روز نیم ساعت یک ساعت یک ساعت نیم طول کشید حالا دقیقه من نمیم چند ولی خیلی طولانی شد بعد اون طولانی شدن دوباره گفتن به تو سالان مردم رفتن دوباره سرود ایران زدن اون وقت نماینده شوروی در رش اون کسی که فرمانده قوای شوروی بود اومد روی صحنه دو تا درجه دار ارتش شوروی دو طرف یک سبد گل بزرگی گرفته بودن آوردن به این ارکستر تحویل دادن بعد مردم اومدن هیچ کس نفهمید چرا اینقدر طول کشید اونجا فاصله بعد فرداش تحقیق کردن گفتن ببینید چی شده اون فرمانده روس گفت من اصلا فکر نمی‌کردم که همچه ارکستری باشه
همچین تجلیلی رو که تو این سالن ما همیشه فیلمای تبلیغاتی نشون میدونیم زد و خورد بود و آدم کشی هیچ کسی رو رغبت نمیکرد، ولی الان این همه هیجان ما تحت تاثیر قرار گرفتیم. پشیمون چون این که حتی چند تا شاخه گل نگرفتیم به اینا بدیم. وقتی که گفتن دوباره بزنیم ما گفتیم صبر کنیم پس ما بریم گل بیاریم. رفتیم اونجاش رشت گل فروش دیت کن بسته بود، رفتیم پلی شهردار، شهردار رشت یه دونه جیپ کاماندویی به ما داد، دوتا مهمور هم داد، گفت برید خونه یک کسی، من خوبه که اسم اون خونه رو یادم بیارم بگم بهتون، حقل حداقل معلوم بشه که کیونه. مهندس سیمرغ شهردار رشت بوده، میرم به شهردار رشت مهندس سیمرغ بودم و میگه که گل میخوام، این یک دیر میفرست را پدانی نفرمان را با سفارش اکید به فرستاد ایشان، ایشان به سفارش اکید به باغ علاوادی خان فرستاد. علاوادی خان یک کسی بودی که اونجا یه باغ داشته، فرستادن به باغ علاوادی خان با چراغ دوشی میرن از باغچه ها اینا گلا رو میخرن، اعضای خانواده اونی که از خارجشون بیدار کردن درست میکنن میارن. برحال اینم سرود اینگام که اولین بار اینجوری اجرا شد. مرسی از خانم ناهید گیلک، مرسی از شما عزیزان که به این برنامه توجه کردید. من براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم. دیدار ما برای روز دوشنبه